محمدی نیا، روانشناس متخصص روابط زوجه با بیش از 20 سال سابقه در امور مشاوره خانواده و درمان مشکلات روحی عاطفی. رها کن دیروزو، زندگی کن امروزو، هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده. دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو. صبحتون سرشار از عشق و امید و انرژی و حرکت. امروز درباره موضوعی بسیار مهم با هم صحبت می‌کنیم که همه ما هر روزه باهاش دست به گریبان هستیم و اون چیزی نیست جز اعتماد به نفس. چه چیزهایی باعث میشه که ما اعتماد به نفس داشته باشیم و بتونیم با قدرت عمل بکنیم و چه چیزهایی باعث میشه که ما ضعیف باشیم و ضعیف عمل بکنیم؟ تو این بحث می‌پردازیم به روش‌های کاربردی و عالی که میتونه اعتماد به نفس شما رو دوچندان بکنه. با هم به این بحث میپردازیم. میگن قوی ها انگیزه میسازن برای پیشرفت و حرکت و ضعیف ها دلیل میسازن برای شکست. خب افرادی که اعتماد به نفس دارن چه خصوصیاتی دارن که اینها دلیل میسازن و انگیزه میسازن برای حرکت و پیشرفت و موفقیت، و ضعیف ها چه ویژگی هایی دارن که شروع میکنن دلیل تراشی و میخوان یک جوری از حرکت بایستن؟ اگر گویی که بتوانم، قدم در نه که بتوانی. اگر گویی که نتوانم، برو بنشین که نتوانی. چه شیوه هایی رو ما میتونیم اتخاذ کنیم برای اینکه اعتماد به نفسمون بره بالا و مثل افراد با اعتماد به نفس بالا انگیزه بسازیم برای پیروزی؟ اول بد نیست بدونید که اعتماد به نفس چی هست. اعتماد به نفس برخلاف اون چیزی که در بسیاری از کتاب ها من مطالعه میکنم میبینم، با عزت نفس اشتباه گرفته میشه. با عزت نفس فرق میکنه. اعتماد به نفس یعنی احساس توانمندی، احساس قدرت، این که شما احساس کنی میتونی از پس یک کاری بر بیایی. عزت نفس یعنی احساس ارزشمندی، احساس لیاقت، خوب بودن و مفید بودن. حتی دیدم مثلا یک کتابی نوشته که اعتماد به نفس چیست، بعد اومده تعریف عزت نفس رو نوشته. پس اعتماد به نفس بر اساس تعریفی که الان شما شنیدید، یعنی احساس توانمندی، متوجه شدید که به تعداد کارهایی که در کره زمین هست ما میتونیم اعتماد به نفس داشته باشیم. یعنی شما ممکنه که مثلا در ابراز وجود، تو ارتباط با جنس مخالف اعتماد به نفس بالایی داشته باشید، ولی وقتی میخواید تو جمع صحبت بکنید اعتماد به نفس ندارید. پس نمیتونی بگیم من اعتماد به نفس ندارم. مثلا آدمای کره زمین رو ما به دو دسته تقسیم کنیم، عده‌ای که اعتماد به نفس دارن، عده‌ای که اعتماد به نفس ندارن. این غلطه. پس در مورد هر کاری شما ممکنه اعتماد به نفستون بالا پایین بشه. مثلا یکی تو رانندگی خیلی اعتماد به نفسش بالاست، ولی تو آشپزی نه، خراب میکنه. تو مهمانداری خیلی اعتماد به نفس بالایی داره، ولی مثلا ممکنه که در نقاشی اعتماد به نفسش یا موسیقی یا آواز خوندن اعتماد به نفسش پایین باشه. پس آدم‌ها به تعداد کارهایی که در کره زمین هست میتونن اعتماد به نفس داشته باشن یا اعتماد به نفسشون بالا پایین بشه. پس حالت صفر و صد ما نداریم، حالت خاکستری داریم، در واقع سیاه و سفید نداریم، بین صفر و صد توانایی های ما. یعنی هیچ کس صد نیست، هیچ کس هم صفر نیست. خب با چه شیوه هایی ما میتونیم اعتماد به نفسمون رو ببریم بالا؟ اولین کاری که شما باید انجام بدید اینه که طبق تحقیقات روانشناسا
زیبا با خودتون صحبت بکنید. تحقیقات نشون میده که ما روزی 300 الی 400 بار به خودمون حمله میکنیم و اشتباهات خودمون رو زیر سوال میبریم. یعنی روزی 300 الی 400 بار شما خود انتقادی دارید، خود سرزنشی دارید. اه چرا این کار کردی؟ چرا دیر از خواب پا شدی؟ باید زودتر این کارو میکردی؟ چرا اینجا بهش جواب بله دادی؟ باید این جواب رد بهش میدادی؟ نباید اجازه میدادی؟ یعنی هی شروع میکنید سرزنش کردن خودتون. و هر اشتباهی که ما میکنیم طبق تحقیقات 45 دقیقه وقتمون، انرژیمون صرف اون اشتباهه میشه. یعنی کلنجار میریم با خودمون. خب پس کاری که باید بکنید اینه که با خودتون قشنگ حرف بزنید، زیبا حرف بزنید. مثلا یکی از کارهایی که باید انجام بدید استاپ کردن توبیخ ها، برچسب زدن به خودتونه. مثلا این صحنه رو نگاه کنید، خیلی جالبه. مادر میگه که داشتم بچه‌مو پوشک میکردم، بعد از اینکه پوشکش رو انجام دادم و شیر شده دادم، گذاشتم رو دوشم که به صلاح خیلی عوض میخوام این بچه شیرخواره آرامش رو بزنه. یه دفعه استفراغ کرد روی کتف من، برگشتم گفتم که خیلی احمقی. بچه 3 سالم کنارم بود، برگشت گفت مامان با منی؟ گفتم نه با تو نیستم. گفت با آبجیمی؟ یعنی نوزاده. گفتم نه. گفت با کی هستی؟ گفتم با خودم. خیلی جالبه، ببینید بچه 3 ساله فطرت پاکی داره. برگشت گفتش که مامان آدم نباید به خودش فحش بده. چقدر قشنگه. پس شما حق ندارید به خودتون توهین کنید، بی احترامی کنید، با خودتون زیبا حرف بزنید، مخصوصا اون جاهایی که مورد انتقاد و سرزنش دیگران قرار میگیرید. خیلی مواظب باشید. یکی از کارهایی که شما باید انجام بدید خود تقویتیه. یعنی بعد از زیبا صحبت کردن با خودتون میگیم سلف ریوارد، سلف رینفورسمنت. خودتون رو تقویت کنید. باریکلا، آفرین، گل کاشتی، دست مریضات، طیب الله، خیلی عالی بود، خوش آمد، نمیدونم دمت گرم، چیزای قشنگی که به خودتون بگید و خودتون رو تقویت کنید. حالا این ماجرا نگاه کنید، خیلی جالبه. خانمی میگفتش که رفتم داروهای مادر شوهرمو گرفتم، بعد اومدم منزل، همسرم به جای اینکه از من تشکر کنه، خب رفتم داروهای مادرش گرفتم، شروع کرد توبیخ کردن، داد و فریاد. معلوم است تو کجایی؟ من نمیدونم، مهمون داشتم، اصلا فلان چیز کجاست، گشتم دنبال، نمیدونم پیش دستی و چاقو اینو پیدا نکردم. شروع کرد داد و فریاد سر من. دست درد نکنه، ما این همه رفتیم برای مادر شما، دنبال دارو، آخرش همین مثلا به جای دست درد نکنه است. هیچی، داشتم دستمو میشستم تو دستشویی، توی آینه شروع کردم با خودم صحبت کردن. با خودم داشتم صحبت میکردم، گفتم که قربونت برم، میدونم خیلی خسته ای، خودم گرد و خاک صورتتو پاک میکنم، خودم دورت میکردم، خودم فدات میشم، خیلی خانمی، خیلی گلی، خیلی دوستت دارم، عشق منی، ماه منی، دلبر گمراه منی. داشتم همینجوری با خودم حرف میزدم، یه دفعه همسرم اومد، فکر کرد که تو دستشویی کسی ندارم باهاش صحبت میکنم. در واسه که نگاه کرد، دید من تو آینه دارم با خودم صحبت میکنم. او خول شدی؟ گفتم بابا من اینم رفتم زحمت کشیدم، تو بجایی که تشکر کنی کلی پدر ما رو در آوردی، ما رو پیتیله پیچ کردی. خب من خودم دارم از خودم تشکر میکنم. آقای محمد نیا گفته باید خودتون از خودتون تشکر کنید. باریکلا. یکی دیگه از چیزایی که میتونه اعتماد به نفس شما رو ببره بالا، علاوه بر این که شما خود تقویتی کنید و زیبا حرف بزنید، توهین و بی‌احترامی نکنید هیچ وقت به خودتون، اینه که تعارفات رو بپذیرید. مثلا شما تعریف میکنن، عجب مثلا کار قشنگی انجام دادی، نگید نه خواهش کن چوبکاری میفرمایید، نه و دیگه اینجوری هم نیست که شما میگید، نه ما رو زدی به بوتون. عزیز من این حرفا رو بذار کنار. تو وقتی اینجوری حرف میزنی طرف مقابل تو ضایع میکنی. نباید اینجوری حرف بزنی، باید تشکر کنی، ممنونم، نظر لطفتونه، اینا قشنگتره. لطف دارید، لطف شما همیشه شامل حال ما بوده، حرفای شما، تشویقای شما باعث دلگرمی من میشه، ممنونم که منو تقویت میکنید، اینا قشنگه. خودتون هم احساس بهتری پیدا میکنید، به اون طرف هم که از شما داره تعریف میکنه حس خوبی میدید، بعد از این بیشتر از شما تعریف میکنه. خب پس دیگه چی کار باید بکنیم؟ جمع جور کنیم بحثمونو. اگر میخواهید اعتماد به نفستون بره بالا، هیچ وقت به هیچ وجه من الوجود
خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید. هر کس شرایط خاص خودشو داره. شما خوب خودتون باشید. سعی کنید خودتون رو با خودتون مقایسه کنید. من اینجا هستم، میتونم اینجا باشم. این بهتره. درسته؟ یکی دیگه از راه‌های افزایش اعتماد به نفس مطالعه کردن، که تو بحث مطالعه کامل اینو توضیح خواهیم داد. میخواید اعتماد به نفستون بره بالا، مطالعه کنید، مهارت هاتون افزایش بدید، اعتماد به نفستون میره بالا. پس برای اینکه اعتماد به نفستون افزایش پیدا بکنه، توانایی های خودتون رو بنویسید، ارزش های خودتون رو بنویسید، اهداف خودتون رو بنویسید، با قدرت در مسیر ارزش ها و اهدافتون و تکمیل کردن اون توانایی هاتون پیش برید. من وقتی مراجعان میان دفتر مشاوره بهشون میگم تواناییاتونی که بنویسید، تواناییشون که مینویسن، میبینم که 50 تا کار نیمه کاره داره. مثلا نقاشی رو شروع کرده، نصف کاره ول کرده. زبان انگلیسی رو شروع کرده، نصف کاره رها کرده. خب عزیز من اینو تمومش کن دیگه. حالا تو بحث مطالعه اونجا بحث شیپینگ خواهیم گفت که یا شما خواهید شنید که میتونه کمک بکنید که چطوری شما مهارت هاتون رو کامل بکنید. زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. امیدوارم که لحظه به لحظه زندگیتون خلق لحظات ناب باشه و با قدرت به سمت ساختن یک گوهر زیبا و الماسی درخشان در زندگی خودتون پیش برید. شاد و سرفراز باشید. مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی معین برگزار می کند. دوره انسان آرام. این دوره بر مبنای تطبیق تئوری موج سوم، ACT، تکنیک EFT و آلایش روانی برگزار خواهد شد. دوره شخصیت شناسی، خودشناسی و دگرشناسی. دوره زن کامل، متعادل و جذاب. دوره نوجوان توانگر. دوره بهبود و غنی سازی روابط زوجین. بازگشت به عشق.